به رادیو راوی خوش اومدید. تو این قسمت قراره که محله های اعیون نشین تهرون قدیم رو بهتون معرفی کنیم. رادیو راوی تو منابع بجامونده از عهد قاجار از 4 محله سنگلج، اودلاجان، بازار و چاله میدان به عنوان محله های ثروتمندان تهران عصر ناصری یاد شده. محله سنگلج که زمان خودش یکی از بزرگترین و آبادترین محلات تهران بود. دروازه قزوین قدیم و بازارچه قوام الدوله هم تو همین محله قرار داشتن. سنگلج تو سالهای نخستین حکومت رضاشاه به محله متروکه تبدیل شده بود. بعدها طی اصلاحاتی که رضاشاه در تهران شروع کرد، تخریب محله سنگلج هم در دستور کار قرار داده شد. در سال 1329 در خرابه های بجامونده از محله سنگلج پارک شهر افتتاح شد. محله اودلاجان. ساکنینش بیشتر کلیمی و زرتشتی بودند. اودلاجان از مناطق اعیون نشین تهران دوره قاجار بود و همپای بازار وفادار به مذهب و روحانیت. جالب توجه این که بیشترین آمار روزخانی و تعزیه گردانی هم مربوط به همین محله است. خانه های پر اتاق این محله در عرف به خانه های قمر خانوم معروفه. محله بازار که در جنوب محله ارک قرار داشت، علاوه بر مرکزیت خرید و فروش و تجارت، محل سکونت ثروتمندان عصر ناصرالدین شاه هم بوده. در میان اماکن محله بازار، بازار بین الحرمین از ساخته های دوره محمدشاه قاجار و بازار کفاشا از افسوده های دوران ناصرالدین شاه. محله چاله میدان. جالبه بدونید که تو دوران صفویه خاک این بخش از شهر رو بر می‌دارن و مصرف حصارکشی تهران می‌کنن. حصاری که به اون حصار شاه طهماسبی می‌گفتن. بعدها توسط ناصرالدین شاه تخریب شد و به وسعت تهران افزوده شد. چاله میدون وضعی مشابه چاله حصار داشت. یکی دیگه از محله‌های تهران و محل تخلیه زباله به حساب می‌اومد. البته که تا مدت‌ها این چاله‌ها محل خوبی بود برای خلافکارا. اوایل ساخت این محله بود که شماری از اعیان و اشراف توی این بخش از پایتخت زندگی می‌کردن. تو همون سال‌ها افراد ساکن محله چاله میدون عموماً با الفاظ رکیک با هم صحبت می‌کردن. از این رو این طرز صحبت با عنوان ادبیات چاله میدونی در میون مردم تهران جا افتاد.